سلام به تمام عزیزانم، به تمام رفیقای خوبم که در برون مرزی با من در ارتباطن و به حرفهای من توجه میکنن. خیلی خوشحالم، انقدر خوشحالم که خوشحالی نمیدونم چی بگم. سه نفر دوستان من در رابطه با کمک به ایران و مردم ایران و اونایی که در فرزندانشون در گرفتاری هستند و اونایی که چششون از دست دادن و غیره و غیره، فقط یک نفرشو 55,000 دلار به تیم که میتونه خسرو شکیب کمک کنه انجام دادم. در 8 ماه پیش در شروع انقلاب مهسا، اوایل شروع انقلاب مهسا امینی، من با گرفتاری های ایران آشنا شدم، با درگیری های ایران نظیر نیازمندی های بی‌نهایت مردم ایران، بچه های گرسنه که در ضعف های آشغال غذا می خورند، زنان و مردان سالمند و گرسنه، زنان و مردانی که در سلامتی نیستند و هندیکپ هستند، جوانان و دختران و پسران ما که چشم یا چشم هایشان را از دست دادن، پدران و مادران داغداری که در خانه ها نشستند و روز و شب مورد تهاجم این وحشی های نامرد قرار گرفتند. بدین سبب ما به وزارت خزانه داری امریکا، سازمان افق، مراجعه کردیم و با مصیبت های بسیار، با استدعاهای بسیار، با صدها پاسخ به سوالات موفق شدیم که اجازه سازمان افق رو که سازمانی است نظارت بر کشورهای مورد تحریم است که پولی برآورد نکنن رو برای ملت ایران بگیریم. خیلی مهمه، من اشکام جمع شده و اینقدر خوشحالم که چنین حرکتی رو شروع شده و ملت به فکر جامعه خودشون. من با آقای شکیب صحبت کردم، گفت همه چیز به ایران پرداخت شده و کمک شده، حتی جوانان و غیره میتونن چک کنن، حتی آقای وطنی هم که اومده چک کرده که 55,000 دلار داده. نگاه کنید چقدر این حرکت برای ما قشنگه. انسانهایی هستن که ایران پرستن، وطن پرستن، مردمشون دوست دارن و چنین خدماتی میکنن و آقای خسرو شکیب چنین وجودشو به خارج یک گفتشو که گذاشته وسط و کارا رو به نفع حسن داره انجام میده. دمت گرد آقای شکی. من از خدا فقط همین آرزو داشتم که مردم کمک کنم و ما مردم رو نجات بدیم. به نوعی از هر کدومشون که گرفتاری هستن بتونیم از این راه کمک کنیم. من به قدری خوشحالم که دوستان عزیزم چنین حرکت هایی کردن و روز شنبه یا یک شنبه فکر آقای شکیب اعلام بکنه. من از من میپرسن چگونه این کار رو میکنید؟ چگونه نداره آقا؟ من کسانی رو دارم، اولا کسانی که صورت حساب بانکی دارن، ما توسط صرافا از کشورهای مختلف براشون پول میفرستیم که رصد نشن. اگر نه 11 تا گروه داریم، 11 تا گروه از سازمان یافته داریم در سراسر ایران که اینها پول را به حساب اینها میفرستیم و اینها در ایران پخش می‌کنن. ببینید دلاری به ایران نمیره. ما اینجا که پولی رو که به این صرافا میدیم، اینا پول تومان در ایران دارن و در ایران بلافاصله توسط افراد ما تومان ها گرفته خواهد شد و بین همه استان ها پخش خواهد شد. اوه چقدر خوشحالم حرکت ها به مثبت میرسه، حرف ها
به دل مردم رفته و مردم با تمام وجودشون برای ملتشون، اونایی که بیرون مرز هستن، تپ تپ میکنه این قلب میتپه. برون اون قلباتون برم، برون اون احساساتون برم که چقدر با وجودین و چقدر ملتتون رو دوست دارین. توی خود خودش که بی تو نفسم نیست، کجا تو خونه داری که هر جا میرسم نیست، اهل کدوم دیاری، کجا تو خونه داری که قبلگاه همونجاست، هر جا که پا میذاری، اهل کدوم دیاری، گل کدوم بهاری که حتی فصل پاییز باغ ترانه داری. آی دلبرم آی دلبر، ای از همه عزیزتر، ای تو مرا همه کس، داشتن تو مرا بس. اینجاست که قدر مردان شریف و با قدرت و با نفس ملتشون رو حمایت میکنن، چه کوچیکش چه بزرگش فرق نمیکنه. ولی گروهایی در همون روزها که روز مستا هست کنسرت دارن، عوض که بیان تو این جامعه و بتونن در برنامه آقای خسرو شکیب شرکت کنن و از درآمدهاشون به ملتی که الان در فقر و بیچارگی هست کمک کنن، بیخیالن. خیلی بده بابا، شما بغل ملت پول ساختین، چرا فراموش کردین ملتتون رو؟ چرا دستور میدن بهشون از ایران؟ اینو حواستون جمع باشه. اما متاسفم برای یکایک آنها، نباید فقط فکر جیب خودشون باشن و دستور دولت ایران. اگه هر جایی مملکت رو دست میذاری از درد شسناله میکنه، مقصرش اینه. اگه طرف تازه صبح جمعه میفهمه تو مملکتش چه خبره، اگه بدبخت از بدبختر میدازه، اگه رفیقی نداری که کل لباسو رو تا قله دماوند به نامت کنه، تقصیر اینه، همش تقصیر اینه. اگه 70% مردم گرسنن، مقصر اینه بکشش. مگه دخل و خرجت واسم جفتک نمیندازن؟ بزن همش تقصیر این من دارم بهت میگم بزن. بزن! بدبخت، تو 2 ساله به بچه ها تو قله دو چرخه دادی، به تو میگه دروغگو. به جای الگو شدین درس عبرتش. چند سال زن جلوی چشمای بچت کارگری مردم رو میکنه، چند سال فقط پای مرغ میریزی تو غذات میخوری، چند سال خوشی و بوست شده نمیاد تو زندگیت. همش تفسیر این بی همه چیزه، همش تفسیر اینه که هنوز غیر تو کمر مردم مونده، هنوز خوشحالن، هنوز میخندن، هنوز ته زندن. ما نمیگذاریم ایران بمیره. من یه ایرانیم، عشق وطنم و عشق به جامعه هم باور کنیم لذت دارم میبرم و با تمام وجودم سینما سپر کردم و قصدم به ایرانم، با تمام وجودم با ایرانم و هر کاری که بتونم از کوچیک و بزرگ در خدمتشونم. این عشق منه به ملتم. محبس خیشتن منم، از این حصار خستم، من همه تن انالحقم، کجاست دار خستم. در همه جای این زمین هم نفسم کسی نبود، زمین دیار غربت است، از این دیار خستم. به گرد خیش گشتم، سوار این چرخ و فلک، پس از تکرار ملال ز روزگار خستم. همیشه من دویدم به سوی مسلخ غبار، از آن که گم نمیشوم در این غبار خستم. قمار بی برنده ایست، قمار تلخ زندگی، چه برده و چه باخته، از این قمار خستم. و آرزو دارم
ملت ما در این روزهای وانفسا با این ورشکستگی دولت با این بدبختی هایی که به وجود آورده و دقیقه ثانهی داره جورای دیگه آشوب به پا میکنه که بتونه خودش هم انجلاب بکشه بیرون. ولی مردم، اونایی که در خاکین و اونایی که در تظاهرات میرین، چه اون زنها با هر روسریشون رو بچرخونن و اون مردا که کلاه گذاشتن کلاهشون رو بچرخونن و بذارن رو زمین و آتیش بذارن و رقص آتیش رو بکنیم، فراموش نکنیم این رقص آتیش نجات ایران ماست. هممون داریم میسوزیم اگر از این آتیش بیرون نیاییم و با این رقص باید حرکتمونو به ثمر رسونیم و ایرانمونو نجات بدیم. تنم وقتی صدای تو منم باید از تو بخواد. شما نگاه کنید همین حافظ اسد به چه بدبختی افتاده و چه دارن مجسمش و عکساش و از هر جا دارن داغون میکنن. حالا پول ملت بارم دارن بهش میدن که بتونه مقامت کنه. ای بابا، ملت خودت آب نداره، خوزستان آب نداره، ملت در خفقانن، حیوانات آب ندارن. آقا چه انسانیه هستین، چه وجودی دارین که چنین حدیکت هایی داره نجات میدین؟ بعد وزیر امور خارجه با از این شهر بوشن. آقا یه کلا بردار دریوس بیشتر نیست، یه بیشرف بیشتر نیست. اگر ایرونی بود همچین غلط هایی نمی کرد که ما بریم زیر دست عرب ها. و الان همه هجوم کار رو ایران رو نابود کردن، حالا بردن تو عراق. الان عراق رو میخوام جاگزین ایران کنن. نمیدونم بابا چایدی فقط ملتش بشاشه همه عراق آب برده، احتیاج به رودخونه هم نداره. این یه واقعیته. زنده باد ایران من، جاوید باد پرچم شیر و خورشید من و جاوید باد رضا شاه دوم. خدا بود.